درود میفرستم خدمت همه شما بینندگان عزیز. برنامه پرشین هندیمن رو تماشا میکنید. بیشترین سوالی که از کانال پرشین هندیمن میشه این هستش که دوستان ابتدا میان شغلشون رو به ما معرفی میکنن و بعد میپرسن که چه نوع دستگاه جوشکاری رو باید تهیه بکنن تا مناسب کار و شغلشون باشه. بعضی از سوالات رو اینجا خدمتتون عرض میکنم. به عنوان مثال میپرسن که کار من اسکل سازی ساختمان هست، چه نوع دستگاهی رو باید برای کارم تهیه بکنم؟ و یا اینکه چه متراژ کابل جوشکاری باید داشته باشم؟ کابل جوشکاری باید بیشتر باشه؟ و یا اینکه کابل برق سیارم باید طولانی تر باشه؟ و یا اینکه میپرسن که کار من تعمیرات سرسیلندر خودرو هستش، چرا دستگاه جوشکاری آرگونی باید تهیه بکنم؟ آیا باید تکفاز باشه یا سه‌فاز باید باشه؟ آیا میتونم دستگاه جوشکاری CO2 هم برای کار تعمیرات سرسیلندر تهیه بکنم یا خیر؟ و همینطور مشاغل دیگه. به عنوان مثال میپرسن که شغل من درب و پنجره سازی است، من باید چه نوع دستگاه جوشکاری برای خودم تهیه بکنم؟ و یا دوستان صافکار میپرسن که شغل ما صافکاری و تعمیرات بدنه خودرو هست، آیا باید حتما دستگاه جوشکاری اکسیگاز مثل اکسی استیلن تهیه بکنیم؟ و یا اینکه میتونیم از دستگاه جوشکاری پیشرفته مثل دستگاه جوشکاری CO2 هم برای جوشکاری بدنه خودرو استفاده بکنیم؟ و همینطور دوستانی از مشاغل بسیار فراوان دیگه. به عنوان مثال مکانیک خودروهای سنگین، مکانیک موتورسیکلت، جوشکار لوله‌های گاز خانگی و همینطور دوستانی که دستگاه جوشکاری برای مصارف خانگی میخوان. آیا کسی که به عنوان مصرف خانگی میخواد یک دستگاه جوشکاری بخره، آیا حتما لزوما باید بره یک دستگاه جوشکاری گران قیمت به عنوان مثال 7-8 میلیونی بخره، و یا اینکه با یک دستگاه 2-3 میلیونی هم کارش راه میفته؟ امروز می‌خوایم به تمامی این سوالات پاسخ بدیم. اما قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم ازتون یک خواهشی دارم. لطفاً کانال پرشین هندیمن رو سابسکرایب بکنید و اگر دوست داشتید ویدیوهای ما رو لایک بکنید. اول از همه شروع می‌کنیم. برای دوستانی که یک دستگاه جوشکاری برای مصارف خانگی می‌خوان، توصیه من به این دوستان این هست که یک دستگاه جوشکاری تهیه بکنن با قدرتی بین 120 الی 160 آمپر. اما نکته مهم در اینجاست که حتما دستگاه جوشکاریشون گارانتی دار باشه، چون معمولا دوستانی که برای مصارف خانگی دستگاه جوشکاری تهیه میکنن تازه کار هستن و احتمال داره که در همون هفته اول به دستگاه جوشکاریشون آسیب وارد بکنن. اگر دستگاه جوشکاری شما گارانتی دار باشه، البته یک گارانتی از یک شرکت معتبر، طبیعتا اون شرکت وظیفه داره که در همون هفته اول هم دستگاه جوشکاریتون رو به صورت رایگان تعمیر بکنه. اما کدوم مدل های بازار بهتر از بقیه هستن؟ پیشنهاد من به شما مدل 2011 وینر، مدل مینی ایران ترانس و همینطور مینی سبا الکتریک هست. حالا شاید یک دوستی پیدا بشه بگه با اون که من مصرفم خانگی هست، اما چون وضع مالیم خوب هست دلم میخواد یک دستگاه جوشکاری قدرتمندتر تهیه بکنم. ببینید عزیزان، کسی که برای مصارف خانگی دستگاه جوشکاری تهیه میکنه، نهایتاً ماهی یک یا دو بار به صورت محدود میخواد از دستگاه جوشکاریش استفاده بکنه که طبیعتاً الکترود سایز 2.5 هم براش کافیه. پس نیازی نیستش که شما چندین میلیون اضافه هزینه بکنید و برید یک دستگاه سبرد گرون قیمت تهیه بکنید. اما یک موقع دوستی هست میگه من عشق ابزار هستم و مشکل مالی هم به اون صورت ندارم. توصیه من به این عزیزان این هست که برن یک دستگاه جوشکاری CO2 با قدرتی بین 150 الی 200 آمپر تهیه بکنن. چندین شرکت داخلی ما هستن که دستگاه جوشکاری با این قدرت و با قیمت بسیار مناسب عرضه میکنن. به عنوان مثال شرکت وینر دو سه مدل داره، مثل مدل 8850 وینر، همینطور شرکت ایران ترانس هم یک مدل داره، اگر اشتباه نکنم مدل دیجیتال ایران ترانس هستش یا مدل دیجیتال CO2 ایران ترانس. دوستانی که وضع مالی خوبی دارن و ابزارالات هم دوست دارن، به جای اینکه برید یک دستگاه گرون قیمت 7-8 میلیونی سبرد تهیه بکنید، برید و یک دستگاه جوشکاری CO2 تهیه بکنید و جوشکاری CO2 لذت ببرید. گروه دوم شغلی که میخوام بهشون بپردازیم دوستان مکانیک هستن. حالا میخواد مکانیک موتورسیکلت باشه یا مکانیک خودروهای سبک. پیشنهاد من به این دوستان تهیه یک دستگاه جوشکاری با قدرتی بین 160 الی 200 آمپر هست. مدل هایی مثل سبا توربو و همینطور مدل 1510 و 6011 شرکت وینر، اینها مدل های تک بورد اما قدرتمند هستند و میتونن جوابگو کارگاه های کوچیک باشند. اما داخل پرانتز یه نکته حتما خدمتتون عرض بکنم که اگر مشکل مالی ندارید، طبیعتا توصیه من به شما این هست که برید یک دستگاه جوشکاری سبرد تهیه بکنید که در ادامه مدل هاش رو خدمتتون عرض میکنم. همینطور به جای دستگاه جوشکاری سبرد میتونید برید دستگاه جوشکاری CO2 150 یا 200 آمپری که خدمتتون عرض کردم رو تهیه بکنید، که این مورد یعنی تهیه دستگاه جوشکاری CO2 از همه موارد بهتره.
شغل بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم درب و پنجره سازی ساختمان هست که بیشترین جوشکارهای کشورمون هم در همین رسته شغلی مشغول به فعالیت هستند. توصیه من به این دوستان، یعنی جوشکارهای درب و پنجره، تهیه یک دستگاه جوشکاری 3 برد 8 آی جی بی تی یا یک دستگاه جوشکاری 3 برد 12 ماسپتی هست. نمونه های خوبی که در بازار وجود دارن و شما میتونید تهیه بکنید، به عنوان مثال مدل 200N سبا الکتریک که یک مدل 8 آی جی بی تی هست، مدل 2510 وینر که یک مدل 12 ماسپتی هست و همینطور مدل IT200M ایران ترانس که این هم یک مدل 12 ماسپتی است. شغل بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم شغل جوشکاری لوله های گاز خانگی هست. اگر در زمینه جوشکاری اطلاعات کافی داشته باشید مطمئناً در جریان هستید که بیشترین سایز الکترودی که جوشکاران لوله های گاز خانگی باش سر و کار دارن الکترود سایز 2.5 هست، اما به دلیل اینکه حجم کار بالا هست دنبال دستگاه هایی میریم که به ما دیوتی سایکل بالاتری رو ارائه بدن، به مانند گروه قم دستگاه 200 آمپری 3 برد 8 آی جی بی تی یا 12 ماسپتی رو من به این دوستان توصیه میکنم. آیا میشه دستگاه جوشکاری CO2 یا دیگر فرایندهای جوشکاری در جوشکاری لوله‌های گاز خانگی استفاده کرد یا خیر؟ ببینید عزیزان، جوشکاری لوله‌های گاز خانگی دارای استاندارد ویژه‌ای هست که شما تماماً باید بر طبق اون استاندارد جلو برید. هر نوع دستگاهی که در داخل اون استاندارد ذکر شده شما میتونید با اون دستگاه کار جوشکاری لوله‌های گاز خانگی رو انجام بدید. بریم سراغ شغل اسکلت سازی ساختمان که میدونم برای بسیاری از شما عزیزان سواله که چه دستگاهی مناسب این شغل هست. برای جوشکاری اسکلت ساختمانی معمولا از الکترودهای سایز 4 و 5 استفاده میشه و دقت هم بفرمایید که حجم کار بسیار بالا هست و ما نیاز به دستگاهی داریم که دیوتی سایکل بالایی رو به ما ارائه بکنه. برای همین باید بریم سراغ قوی ترین دستگاه تکفاز بازار که معمولا دستگاه‌های 250 آمپری هستند. مثال هایی که در این زمینه میتونم خدمتتون عرض بکنم مدل های 250 آمپری ایران ترانس، سبا الکتریک و همینطور وینر هستند. شغل بعدی که میخوایم سراغش بریم تیرچه بلوک سازی هست. دقت بفرمایید دوستان عزیز، دستگاه جوشکاری مناسب این شغل به مانند شغل اسکلت سازی دستگاه قدرتمند 250 آمپری هستند که نمونه هاشو در بخش پیشی خدمتتون عرض کردم. خب دوستان، شغل بعدی که میخوایم بریم سراغه شغل جذاب تعمیرات سرسیلندر خودرو هست. حالا میتونه سرسیلندر سبک باشه یا سرسیلندر سنگین. برای شغل تعمیرات سرسیلندر خودرو از هر دو فرایند جوشکاری تیک و میگ میشه استفاده کرد، اما چیزی که بیشتر عمومیت داره جوشکاری تیک یا جوشکاری آرگون هستش. برای فرایند جوشکاری آرگون در تعمیرات سرسیلندر خودرو معمولا بیشتر تعمیرکاران از دستگاه‌های سه‌فاز 315 آمپری استفاده می‌کنند. اما اگر توانایی مالی دارید، توصیه من به شما عزیزان اینه که علاوه بر دستگاه جوشکاری آرگون، یک دستگاه جوشکاری 250 آمپری CO2 هم تهیه بکنید. شما میتونید تعمیرات سطحی سرسیلندر خودروتون رو با فرایند میگ انجام بدید. البته دیگه گاز CO2 نباید استفاده بکنید، باید از گاز آرگون خالص استفاده بکنید به مانند جوشکاری آرگون، اما سرعت کارتون چندین برابر میشه، جوری که خودتون هم حیرت میکنید. برای آسیب‌های جدی‌تر، عمیق‌تر و همینطور جوشکاری‌هایی که نیاز به دقت بالاتری داره طبیعتاً هیچ چیزی نمیتونه جای جوشکاری آرگون رو بگیره، اما برای تعمیرات سطحی جوشکاری میگ بسیار انتخاب خوبیه. مدل هایی که میتونم خدمتتون پیشنهاد بدم در زمینه جوشکاری آرگون مدل 315 وینر هست، مدل 315 سبا الکتریک هست و همینطور مدل 315 ایران ترانس. اگر از نظر هزینه مشکلی ندارید بهتون توصیه میکنم که حتما دستگاه جوشکاری میگ مگ مدل 55 وینر هم تهیه بکنید تا بتونید کار جوشکاری های سطحی آلومینیوم رو با همین دستگاه انجام بدید. یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده میشه این هست که آیا با دستگاه جوشکاری AC/DC 200 آمپری هم میشه تعمیرات سرسیلندر خودرو رو انجام داد یا خیر؟ ببینید عزیزان، ما برای تعمیرات سرسیلندر خودرو در فرایند تیک، طبیعتاً تیک AC، ما به آمپراژی در حدود بین 150 تا 250 آمپر نیاز داریم. البته طبیعتاً این میزان آمپراژ در مواقع مختلف و در شرایط مختلف امکان داره که کمی بیشتر یا کمی کمتر باشه. اما معمولاً آمپراژی که شما نیاز دارید برای جوشکاری‌های عادی در خودروهای سبک، سرسیلندر خودروهای سبک
چیزی در حدود 150 الی 175 آمپر هستش. طبیعتاً شما میتونید از یک دستگاه 200 آمپری این میزان آمپراژ رو دریافت بکنید، اما با چه دیوتی سایکلی؟ این رو دقت بفرمایید. البته این موضوع هم در نظر داشته باشید که شاید مواقعی پیش بیاد که شما به 200 آمپر نیاز داشته باشید و یا حتی بیش از 200 آمپر. طبیعتاً در اون زمان‌ها شما به مشکل برمی‌خورید. حتی اگر شما تعمیرات سرسلند خودروتون رو با آمپراژی بین 150 تا 200 هم انجام بدید، روی کاغذ شما می‌تونید با دستگاه 200 آمپری این کارو انجام بدید، اما مطمئن باشید که عمر دستگاهتون بسیار کاهش پیدا می‌کنه. برای همین شما باید برید سراغ دستگاهی حداقل 300 آمپری که در حالت‌های عادی با آمپراژی بین 150 تا 200 آمپر و با دیوتی سایکل لازم کار جوشکاری رو انجام بدید. البته در بازار ما دستگاه‌های آرگون 250 آمپری تکفاز هم پیدا میشن، اما در هر صورت توصیه من به شما یک دستگاه سه‌فاز 315 آمپری حداقل برای کار جوشکاری آرگون و تعمیرات سرسیلندر هست. آخرین شغلی که می‌خوایم بریم سراغش کار مکانیک ماشین‌آلات سنگین هست. برای کار تعمیرات خودروهای سنگین توصیه من به شما حداقل یک دستگاه سه برد 250 آمپری یا یک دستگاه 250 آمپری CO2 است. اما اگر ساعت کاری کارگاه شما زیاده، اون موقع توصیه من به شما حتما خرید یک دستگاه جوشکاری سه‌فاز است. در تمامی مشاغلی که خدمتتون صحبت کردم، به جای دستگاه جوشکاری برق میتونید دستگاه جوشکاری CO2 هم استفاده بکنید، چون کار جوشکاری CO2 نیاز به مهارت آنچنانی نداره. اما کار با دستگاه جوشکاری آرگون نیاز به آموزش و مهارت داره، مگر اینکه واقعا به جوشکاری آرگون علاقمند باشید. من با دیدن فیلم‌های آموزشی ما که در یوتیوب وجود داره بشینید و این کار رو یاد بگیرید، که البته طبیعتاً کار سختیه. در آخر برنامه میخوام یه نکته خدمت دوستانی که مشاغل مختلفی دارن، حالا میخواد کار تعمیرات و صافکاری خودرو باشه و حتی درب و پنجره سازی، یه نکته بسیار مهم ما خدمت این دوستان عرض بکنم. دیگه وقتش رسیده که همه ما داخل کشور ایران از جوشکاری برق یه قدم جلوتر بیاییم و بریم سراغ فرآیندهای جدیدتر با تکنولوژی‌های مدرن‌تر مثل جوشکاری CO2. جوشکاری CO2 برعکس جوشکاری آرگون نیاز به آموزش آنچنانی نداره و جوشکاری بسیار لذت بخشی هم هست، و به خصوص برای دوستانی که کارهای تولیدی انجام میدن جوشکاری CO2 بهترین پیشنهاده، چون مطمئن باشید که فعالیت و سرعت تولید شما رو چندین برابر افزایش میده. دوستان عزیز، اگر تجربه‌ای در مورد مواردی که امروز مطرح کردیم دارید یا اگر سوالی در مورد برنامه امروز دارید، حتما زیر همین ویدیو کامنت بکنید. لطفاً یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک بکنید و به دوستان خودتون هم این ویدیو رو معرفی بکنید. امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشید. هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.